سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا با واکنش به موقع مانع اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی پزشک و محقق ایرانی سوئدی زندانی در ایران شود. در این رابطه گفتگو می‌کنیم با محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران از نروژ. آقای امیر مقدم در بیانیه سازمان حقوق بشر ایران به پخش اعترافات اجباری اشاره شده از این زاویه چقدر وضعیت آقای جلالی اهمیت بیشتری پیدا میکنه در شرایط فعلی بر شما ببینید ما قبلا هم در واقع این سابقه داشته که در روزهای منتهی به اجرای حکم برای آماده کردن افکار عمومی و زمین سازی اعترافات اجباری رو از تلویزیون یا رسانه های دیگه پخش کردند به همین دلیل ما فکر میکنیم که وضعیتشون بسیار نگران کننده است و خطر اعدام بسیار جدی آیا همین مقدم در بیانیتون شما اشاره کردید به کشورهای اروپایی و اینکه در آزمون بزرگی قرار گرفتن چه سیاست و اقدامی را در این شرایط میتونن در پیش بگیرن این کشورها در قبال این پرونده؟ ببینید ما چیزی در واقع چیز عجیبی نمیخوایم از کشور اروپایی ما میخوایم که همون سیاستی رو داشته باشند که در قبال هر گونه گروگانگیری دارند ما قبلا هم شاهد بودیم که گروه های دیگه حالا از گروه های کوچیک گرفته تا داعش گروگانهای اروپایی رو گرفتن و تهدید به مرگ کردند و هر چند که دولت های اروپایی حتی با داعش هم در واقع مذاکره داشتند ولی همیشه اسم این عمل رو گروگانگیری گذاشتند در واقع یک جنایت هست در قبال جمهوری اسلامی دولت های اروپایی با وجود گذشته چهل سال با وجود اینکه جمهوری اسلامی اولین بار نیست که شهروندان دوتابیتی یا شهروندان کشورهای اروپایی رو به گروگان میگیره و امتیاز میخواد ولی اروپا هیچ وقت با قاطعیت برخورد نکرده و ما میخواییم که اسم این عمل رو گروگانگیری بگذارند و قبل از اینکه در واقع این تهدید جمهوری اسلامی به قتل گروگان یعنی آقای جلالی عملی بشه هشدار بدن در, در مورد عواقب این جنایت عواقبش میتونه از قطع تمام روابط دیپلماتیک و اقتصادی باشه تا مورد پیگرد قضایی قرار دادن آمران و عاملان این جنایت آقای امیر مقدم پیشتر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از بررسی به تعویق افتادن اجرای حکم آقای جلالی خبر داده بود چه بود ماجرا و هم چه شده ما،, اطلاع نداریم که پشت پرده چه میگذره ولی همگی به خاطر داریم که اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی نسبت به دادگاه حمید نوری در استکهلم در واقع وقتی که به پایان اجلاس دادگاه نزدیک میشدیم این بود که سخنگوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از قوه قضاییه درخواست کرد که احکام افراد مرتبط با سوئد رو اجرا کنه یعنی در واقع یک تهدید مستقیم بود حال اینکه دولت سوئد پشت پرده در واقع چه مذاکراتی انجام داده اطلاع نداریم ولی تا وقتی که این حکم اعدام سر جاش باقی هست خطر اجرای حکم هم وجود داره معلم، بسیار سپاسگزارم از شما محمود امیری مقدم از اینکه با ما همراه بودید